بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان و دانا و توانا و با تقدیم سلام و درود به خدمت شما بینندگان عالی قد و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه روشنا، امیدوارم که روز با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و یک سبد دعای ناب و آرزوهای خوب هم از طرف ما تقدیم به شما باشه. و امروز برابر است با 24 میزان و 15 اکتبر، روز جهانی عصای سفید. این روز را سازمان ملل با هدف گرامی داشت از افراد نابینا و روشندل و کسایی که اختلال بینایی دارند و با توجه بیشتر به نیازها و خواستهای این عزیزانی که در جامعه حضور دارند و با شجاعت، استقلال و جسارت تمام به ایفای نقش در جامعه میپردازند، فعالیت‌های روزمره‌شان را انجام میدن و چی بسا که از دل این افراد موفقیت های بسیار چشمگیری هم ما میبینیم و بسیار بر ما مایه افتخار است حضور چنین افراد موفقی که تانستن با وجود محدودیت های فراوان به این موفقیت ها برسن. برنامه امروز را تقدیم میکنیم و تک تک شما روشندلان عزیز دودستی و با احترام تقدیمتان میکنیم و روزتان را یک بار دیگر گرامی میداریم. اما امروز در برنامه روشنا یک اتفاق بسیار خوب افتاده و یک مهمان ویژه داره. مهمان ما یکی از روشندلان عزیز هستند، خانم حسینی عزیز. ایشان امروز در برنامه افتخار دادن و حضور پیدا کردن و قرار است با ایشان هم یک گپ و گفتی داشته باشیم. بریم سراغ ایشان. سلام خانم حسینی، خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند. سلامت باشید خانم حسینی عزیز. اگر در ابتدا خودم بر ما به صورت کوتاه معرفی کنین که بینندگان عزیزمون بیشتر با شما آشنا بشن ممنون میشم. بله، من فاطمه حسینی هستم و همونطور که شما بینندگان عزیز مشاهده میکنین، من نابینا هستم، نابینای مطلق و متولد سال 1377 و فرزند دوم خانواده. خانم حسینی، از تحصیلاتتان بر ما بگین، آیا درس خواندین و تا چه مقطعی تحصیلات خود ادامه دادین؟ بله، من به لطف خداوند درس خوندم و تحصیلات من هم همین پارسال کارشناسی ادبیات دوره کارشناسی تموم شد و رشته من هم که زبان و ادبیات فارسی هست. بسیار عالی. پس حتما اگر ادبیات فارسی خواندین یک طب شعر و طب نویسندگی هم دارن، چون معمولا کسایی که به ادبیات علاقمندی دارن در این زمینه هم دستی به نوشتن دارن. آیا در مورد شما هم همین رقم است؟ بله، من اصلا همین علاقه من به نویسندگی باعث شد که من رشته ادبیات انتخاب بکنم. البته در شاعری زیاد تبحر ندارم، تال شعر نگفتم، اما نویسندگی بعضی وقتا یک متنهای خیلی کوتاه و دلی منویسم بره دل خود. بله، بسیار عالی. در ابتدای برنامه گفتیم که موفقیت‌های چشمگیری هم دارن اتفاقاً روشندلان عزیز ما، علی‌رغم محدودیتی که برشان وجود داره. از خانم حسینی گفتیم از تب و تب شعری و ادبیات و اینها. جالب است که بدانین که رودکی، پدر شعر فارسی، که در 8 سالگی حافظ کل قرآن کریم هم بود، یکی از افراد روشندل و نابینا بود. خب خانم حسینی، برگردیم با صحبت با شما. گفتین که تحصیلاتتان را تا مقطع لیسانس ادامه دادین و بسیار برای من جالب است که چطور میتونین بنویسین یا نوشته کنین یا بخوانین چیزی را. آیا در این زمینه شما محدودیتی ندارین؟ عرضم به خدمت شما که من دوران مدرسه که کلن تا، یعنی از همون سال اول ابتدایی تا سال پیش دانشگاهی ما که به مدرسه استثنایی درس می‌خوندیم، خب ما خط بریل استفاده می‌کردیم و خوندن و نوشتن هم با خط بریل بود. اما دانشگاه خب دیگه استاد که درس می‌دادن مثلا استاد ضبط می‌کردن و با توجه به
همون چیزایی که حالا گوش میکردم یاد میگرفتم. شما در مدرسه او را هم که گفتین در دوران مکتب حتما یک مکتب خاص برای افراد نابینا وجود داشته که شما درس خواندین، درست است؟ بله. ولی دوران دانشگاه را همراه با افراد عادی سپری کرده؟ بله، دوران دانشگاه. بسیار عالی و جالب. زمانی که هم صنفی های شما و استاد شما درس می دادن یا در کنار شما می گذراندن، همو دورانی که در صنف بودن، بر شما چه مشکلاتی وجود داشت؟ آیا مشکل خاصی را دیدین؟ محدودیت خاصی بود؟ دوست دارم راجع به اینا هم صحبت کنین. طبیعتا شما نسبت به دیگر افرادی که داخل صنف بودن محدودیت داشتین و خب هم از نظر شیشت و برخواست، نشستن، راه رفتن، خواندن، ممکن است یک وقتی از روی همون جزوه ها یا چپترهای شما قرار باشه که یک چیزی را بخوانین یا بنویسین، در اون مواقع چی میکردین؟ بله واقعا من خب دانشگاه چون مثلا تنها کسی که نابینا بود من بودم و خب بقیه عادی بودن، واقعا برم سخت بود، هم محیط یه خورده برم سخت بود، همین که سر کلاس مثلا خب میدیدم مثلا استاد که دارن درس میدن مثلا همه دارن یادداشت میکنن منویسن و خب من نمیتونستم بنویسم و خب ضبط میکردم با وایس رکوردر. بله. و سختی که خیلی واقعا برم خیلی چیزی که برم سخت بود موقع امتحان بود که خب همه خیلی راحت مثلا می اومدن نوشته میکنن دیگه جواب سوالات. بله بله. ولی شما خب چی کار میکرده؟ برم انگار منشی باید می اومد و سوالا رو برم میخوند و من جواب میدادم و خب منشی هم همون چیزی که من جواب میدادم منوشت. یک کس دیگه بر شما نوشته میکرد. بله. و بسیار قابل قدر است که با شما همکاری شده در این زمینه و خب نکات مثبت زیادی را هم حتما از جامعه و بازخورد افراد جامعه داشتین و دیدین که نمونش را الان شما گفتین که در دانشگاه با شما چنین همکاری صورت میگرفت، یک نفر همراه شما میامد و پاسخهای شما و سوالات امتحان را نوشته میکرد. بله. راجع به این بیشتر با ما صحبت کنین که در جامعه و در مواقع مختلفی که یک انسان روبرو میشه، مثلا یک زمانی نیاز است که به دکتر بره یا سوار موتر بشه یا در محل‌های تفریحی بره، آیا در چنین مواردی شما مشکل خاصی داشتید؟ با روی برخورد خوب یا برخورد بدی مواجه شدین؟ راجع به اینا هم با ما صحبت کنید. بله خب متاسفانه جامعه جوریه که خیلی به یک مثلا انسان نابینا آله اگه بعضیا که حتی مثلا کمک هم میکنن به دیده ترحم نگاه میکنن و خب این خیلی واقعا من خودم هیچ وقت مثلا این که یکی از رو ترحم بخواد بریم کار انجام بده یا کمک کنه من هیچ حس خوب نمیگیرم. ای کاش مثلا مردم جامعه واقعا آگاه باشن که اگه به یک فرد معلول یا به یک فرد نابینا کمک میکنن واقعا از رو ترحم نباشه و ای کاش جامعه جوری این خیابونا مثلا جوری باشه که فرد نابینا اگه تنهایی مایه به خرید بره یا بیرون بره جوری باشه که امنیت دیشته باشه و خیابونا جوری مثلا این پیاده روها خط کشی شده باشه که یک فرد نابینا بتونه با عصا تردد کنه. بسیار عالی. خانم حسینی در ذهن من سوالای بسیار زیادی است. ای که شما طبیعتاً به گونه بسیار متفاوتی نسبت به یک فرد عادی زندگی میکنین و چالش های زیادی هم پیش روی شماست. میخواستم از ابتدا بر شما از زمانی که شما احساس کردین که مشکلات شما زیاد است، طبیعتاً از زمانی که از خانواده دور شدین وارد مکتب میشین و شاید مادر شما دیگه در کنار شما نباشه یا او کسی که بیشتر بر شما در خانواده کمک میکرد، در چنین مواقعی که چنین مشکلات زیادی را تجربه میکردین آیا سرخورده نشدین؟ مواردی نبود که شما پیش بیایی که خب نه دیگه من نمیخوام که ادامه بدم به تحصیل، من شرایطم به قسمی نیست که بتانم ادامه بدم تحصیل؟ چی شد که شما اینقدر با شجاعت تا مرحله لیسانس را پیش رفتین و وارد دانشگاه شدین، با همراه با آدم های عادی هم وارد دانشگاه شدین؟ چی برای شما انگیزه میداد؟ تنها چیزی که به من واقعا انگیزه داد که من ادامه بودم این علاقه من به حالا درس خوندن و ادبیات بود
و واقعا بله روزا سختی هم بوده که من واقعا اصلا انگیزی خو از دست داده بودم و اصلا کلا ناامید شده بودم. واقعا سال پیش دانشگاهی که ما انگار قرار بود بره کنکور آماده بشه، ما چون مدرسه ما سرویس ندیش، من به خوابگاه بودم و این برم خیلی سخت بود که یک سال من دور از خانواده بودم و به خوابگاه بودم به خاطر اینکه بره کنکور آماده می شده و مدرسه ما سرویس هم ندیست. و تنهایی از پس کارهایتان بر می آمده؟ بله به تنهایی که بر می آمدم از پس کارها، ولی خب خیلی بهم سخت بود چون اولین بار بود که از خانواده مخصوصا از مامان خود جدا شده بودم. خیلی بهم سخت بود و البته اینم بگم که تنها کسی که واقعا برم خیلی زحمت کشید از سال پیش دبستانی تا همین پارسال که من دانشگاه تمام شد، مامان می بودن که واقعا پا به پا من خیلی تلاش کردن و واقعا من بی نهایت از مامان خود تشکر میکنم. صحبت از مادر شد خانم حسینی، دستبوس همه مادرهای عزیز هستیم و میدانیم که چقدر زحمت میکشن، به خصوص مادرانی که فرزندان روشندل دارن. واقعا صمیمانه دستبوس شما هستیم و دستتان را به گرمی میفشاریم و میدانیم که سختی های زیادی را تحمل میکنین تا بتانین افراد چنین موفق تقدیم جامعه کنین. مایه افتخار و تاج سر ما هستین. سپاسگزار میکنیم از شما خانم حسینی از اینکه افتخار دادین و امروز در برنامه ما تشریف آوردین. بسیار بر ما مایه خرسندی و مباهات بود که تانستیم چند دقیقه با شما هم صحبت و هم نشین باشیم. اگر صحبتی ندارید از حضور شما مرخص بشیم در برنامه امروز. خیلی ممنون، واقعا تشکر میکنم از شما که من قابل دونستین و من دعوت کردین و وقت برنامه خور به مدادیم. زنده و سلامت باشید. بسیار متشکر و سپاسگزاریم از حضور گرمتان در برنامه امروز خانم حسینی عزیز و از همراهی شما. چند دقیقه را با خانم حسینی بودیم و بعد از میان برنامه در خدمت خانم رقیه حسینی خواهیم بود، کارشناس محترم برنامه. راجع به راهکارهای صحبت میکنیم که میتونه این چالش های زندگی را بر افراد نابینا کمتر بسازه و بتونن حداقل هر چند کم راحت تر زندگی کنند. همراه ما باشید. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هر کس نابینایی را به مسجد یا به خانه‌اش یا به هر جایی که بدان نیازمند است برساند، در برابر هر گامی که برداشته است خداوند پاداش آزاد کردن برده ای را برایش می نویسد و تا هنگامی که از نابینا جدا شود فرشتگان پیوسته بر او درود می فرستند. شما تصور بکنید زمانی که ما اینمی اسات دست ما هست، حتی ما گاهی اوقات به این شکل اسای ما اینی تو بلند میکنم تا اینکه اونا متوجه شون که ما میخوایم بگذرم. یا فرض مثال دیگه نابینای ایره خب اساش خودشان را زمین میکوبن تا اینکه اونا متوجه شون که دقیقاً ما از اینجا میگذریم. ولیکن متاسفانه هیچ کدامی از اینا حاضر به این نیستن که برای یک لحظه توقف بکنن تا اینکه ما بتونیم به راحتی بگذریم. نابینایی ناتوانی نیست و ایره بدانیم که اگر انسان در اوج مشکلات قرار میگیره راه بیرون رفت هم برش موجود است. نابینا عاجز نیست. عصای سفید پرچم نابینایان است.
روز جهانی عصای سفید روز ترحم نیست، روز به رسمیت شناختن حقوق نابینایان و احترام به آنان است. این روز گرامی باد. گر نگاهت از شکوفایی توهی است، در وجودت شعله‌های زندگی است. قلب تو روشن‌تر از آینه است، شور و شوق زندگی در سینه است. خب بخش دوم برنامه روشناست و چند دقیقه را افتخار همصحبتی داشتیم با یکی از روشندلان عزیز. جا داره که یک بار دیگه روز جهانی عصای سفید را تبریک عرض کنم به خدمت شما روشندلان عزیز و قدردان تلاش های شما برای گذران زندگی هستیم و میدانیم که چقدر با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنین تا بتانین روزمرگی های ساده تان را که شاید به چشم افراد عادی نیاید بگذرانین. و خب وظیفه ما هست در کناری که روز جهانی عصای سفید را گرامی میداریم توجه کنیم به خواست‌ها و نیازهای نابینایان و افراد روشن‌دل. امروز در برنامه در این قسمت با کارشناس محترم برنامه خانم رقیه حسینی صحبت خواهیم کرد راجع به این که سطح کیفیت زندگی نابینایان را چطور میتونیم با چه مهارت‌هایی افزایش بدیم. همراه ما باشید. خانم حسینی سلام، روزتان بخیر. سلام بر شما و بر بینندگان عزیز، خصوصا روشندلان عزیز که دنیا را از کلکین قلب‌هایش می‌بینند که بسیار زیباتر و جذاب‌تر هست. بهشون تبریک می‌گیم. انشاءالله که در رفاه کامل با برنامه‌ریزی‌های دولت، خانواده‌ها و سازمان‌ها و زندگیشان همچنان عالی ادامه بدن. انشاءالله. و واقعا هم می‌بینیم که چقدر پرتلاش هستن اتفاقا در زمینه‌ای که محدودیت دارن، اتفاقا به جایی که سرخورده بشن که تصور خیلی از ما و شماست، می‌بینیم که جسارت بیشتر پیدا می‌کنن، اعتماد به نفس بیشتر پیدا می‌کنن. و ما اینجاییم در خدمت شما خانم حسینی تا بشنویم از زبان شما یک سری مهارت‌ها و راهکارهایی را که بگین که سطح زندگی این افراد با کیفیت بیشتری ادامه پیدا کنه. بله، بسیار طبیعی است که ما جهان از بینای خود میبینیم و اگر نابینا شویم یا کم بینا شویم خب یک سری محدودیت ها بسیار طبیعی است، اما این دلیل نمیشه که او استعداد، توان و حسای دیگر رو به کار نبریم، بلکه در این زمینه بر اساس یک نظریه حسی هست. میگه وقتی یک حسی مثل حس بینایی از فرد گرفته میشه، در مقابلش حسای دیگر مثل حس شنوایی، حس بویایی، حس چشایی، حس لامسه بسیار فعالتر و نیرومندتر میشه. و میبینیم که روشندلان عزیز ما در زمینه شنوایی بسیار قدرت و ارتباط خوبی برقرار میکنن. میبینیم که از لحاظ کلامی بسیار میتونن بهره‌مند باشن و استفاده بکنن. بله. پس اول قدرت پذیرش بر خانواده است که شاید اگر بر اثر یک سانحه و اتفاق این نابینایی رخ داده باشه شاید شکاور باشه، اما قدرت پذیرش داشته باشن یک. و ای که مهارت همدلی مهمترین مهارت است که خانواده و اعضایی که با فرد نابینا زندگی میکنه این قدرت هم برای خودشان بده هم برای او فرد نابینا. پس مهارت همدلی را اگر داشته باشیم، قدرت مهارت ارتباطی قوی یعنی با هم صحبت بکنن. گاهی نابینایان شاید بر این حس برشون دست بده که ارتباط ما با دنیا خصوصا از لحاظ ارتباطی و اجتماعی کمرنگ تر میشه، شاید گوشیگیرتر بشن، منزوی تر بشن. اما اگر در خانواده و در فضاهایی که وجود دارن، فضاهای اجتماعی مثل مکاتب، دانشگاه ها، مؤسساتی که ایشان حضور دارن، صحبت بشه، گفتمان بشه، ای یک نوع مهارت ارتباطی قوی بین همه آدم هاست، خصوصا در این زمینه باشون صحبت بشه، گفتگو بشه. مثلا اگر کودک نابینایی داریم، مادران عزیز اعضای خانواده میتونن از کتاب‌های صوتی که قصه‌ها و داستان‌های بسیار خوب و جذابی رو میگه براشون پخش بکنه، یا خودشون حتی صدای او فرد نابینا رو که قصه ای بلده، شعری رو حفظ کرده، در این زمینه چون توانایی ای رو داره براشون من میگم ضبط بکنه و در فضای خانه پخش بکنه. میبینیم که یک حس خوبی رو براشون هدیه میدیم. و ای که حس استقلال کم کم به افراد نابینا باید آموزش بدیم، چرا که همیشه قرار نیست افراد در خانه بمانن، بلکه باید وارد اجتماع شوند.
و در لحاظ از لحاظ گفتگو که داریم صحبت میکنیم، خب من میگم وقتی استقلال رو داریم به کودک خود و فرد نابینا آموزش میدیم که مثلا یک گلاس آب برای خودش بیاره، دیگه از نام خودش حتما استفاده میکنیم، نامش را با احترام صدا میزنیم، حسن جان، مهدی جان، مادر جان، پدر جان، و ای که در از زبان اشاره استفاده نکنیم. ما در حالت عادی میگیم خب آب سمت راست است، یا میگیم که اونجاست یا اینجاست. اینجا دیگه از جهتیابی را قبلش باید آموزش داده شوه. خب همزمان که دستشون میگیریم که مثلا من میگم فضای آشپزخانه را یا فضای اتاق خواب یا حیات برشون نشان میدین، همزمان که دستشون رو میبریم هم حالت لمس به کار ببریم از طریق دستانشون، اگر پرده هست، اگر کلکینی هست، جاهای مشخص برشون آموزش بدیم. بعد نقطه گذاری بکنیم که مثلا کیف مکتب تو یا دفتر قلم تو در بالای سقف قفسه کتابت هست یا پایینش هست یا سمت راست هست. با این زبان که بگیم، خب از لحاظ شنیداری چون قوی هستن و از لحاظ لمسی میبینی که به خاطرشان میمانه. و از این طریق البته در کنار ای که یک توصیه دارم، صبر و حوصله بسیار میخواهن. چرا که کسانی که با این افراد که یک سری محدودیت هایی داره، او صبوری حرف اول میزنه. با صبر، حوصله و اخلاق خوش میتونیم این ارتباط مهارتی را برای ایشان آموزش بدیم و استقلال را برایشون آموزش بدیم و ازشون بخواهیم که خودشان هم ارتباط برقرار بکنن. مثل رفتن در پارک، رفتن در خانه اقوام، حتما از حضورشان استفاده شد و برده شد و مکانها را خودمان میتونیم حتی تصویر سازی بکنیم. خب فلان جایی که رفتیم یک مکان بسیار کلان است، فلان چیز در اونجا قرار داره یا سمت راستش قرار داره، که حتی خودشون از لحاظ شنیداری میتونن با او فضا ارتباط برقرار بکنن. در زمینه دوستیابی حتما اگر کودک و نوجوانی داریم یا حتی سالمندان ما که دچار کمبینایی و نابینایی هستن، از همسالان خودشان برای دوستیابیشون یا رفت آمدشون استفاده بکنیم. و ای که این مهارت هم یک مهارت بسیار مهم است، چرا که جلوگیری میکنه از منزوی شدنشان، از اینکه تنها نباشن، یا کسانی که مشابه خودشان هستن، افرادی که کمبینا و نابینا هستن، با ایشان در تماس باشین، حالت یک گروه تشکیل بدین، خصوصا اگر جوان باشن، کودک و نوجوان. میبینیم تیم‌های گروهی دارن که همزمان خانواده ها در تماس هستن، خود افراد در تماس هستن و گفتن یک سری تجربیاتی که دارن. من میگم اگر یک والدین کودک یا نوزاد کمبینا و نابینا دارن، خب میتونن از طریقی که خانواده‌ای که قبلا با یک نابینا سرکار داشته از تجربیات خوبشان استفاده بکنن. یا فکر میکنم حالا به ذهنم رسید خانم حسینی که خانواده هایی که چنین افرادی را در خانواده دارن یا کودک هستن یا جوان در هر ردهی سنی هستن، چقدر خوب است که خب متاسفانه ما در کشورمان چنین مراکزی را کمتر داریم که بخواد این افراد دوره هم جمع کنه و برشان یک سری مهارت ها را یاد بده. این میتونه یک اقدام خودجوش باشه، چندی خانواده کنار هم بشینن و حتی با همدیگه قول و قرار بگذارن و در مهمانی برن یا جای تفریحی و همین فرصت همنشینی را برای این افراد فراهم بسازم خود ما تا بتونن با هم صحبتهایی داشته باشن. هفته ای یک ساعت دو ساعت را فکر میکنم برشان کفایت کنن، چون ما در جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه در این زمینه ها محدودیت های زیادی وجود دارن. خب یک سری مهارت ها را خانواده ها میتونن خودشان ایجاد کنن و همون رقم که شما گفتید، مثل همدلی، مثل صبر و حوصله که یقینا مادران عزیز ما دارن. ما مادر عزیزی را که در مهمان برنامه بود، بخش قبلی برنامه ما بود، دیدیم که چقدر مادرش را سپاسگزاری میکرد و تشکری میکرد و میگفت که بدون حضور مادرش به این موفقیت نمیتونست برسه. میشنویم ادامه راه کارها. بله، و ای که اگر کودک هست حتی بزرگ سال فرق نمی کنه، از لحاظ لمس میتونم خیلی بهشون کار بکنیم، از اجسام و اسیایی که آسیبزا نباشن، حالا من میگم از جنس شیشه نباشن که آسیب برسانن، جنس های دیگه باشن، میتونیم که
قدرت انگشتان، قدرت لمس، اینها را بسیار بسیار تقویت بکنیم که همزمان حرکت مغز و حرکت دست همزمان هماهنگ میشه. این برای یادگیری و برای آموزششون، برای فعالیتشون، برای که بتونن اشیا را به راحتی بگیرن بسیار بسیار مؤثر هست. از پرتاب کردن توپ یا گلوله هایی که در خانه میتونن درست بکنن، یک فضایی که هم یک فضای بانشاد مثل بازی کردن باشه، مثل ارتباط گیری باشه، مثل که خب من میگم یک سبد یا یک ظرفی را در سمت راست یا گوشه چپ خانه قرار بدن، برشون بگن ارتفاع را هم براشون بگن که مثلا 3 متر از اینجا تا سمت راست خانه روبروی پنجره هست یا روبروی کلکین هست ما سبد گذاشتیم و شما باید بتانی توپ داخل این سبد بندازی. با هر توپ من میگم یک امتیاز داده شود، تشویق شود، هورا کشیده شود که همزمان این ارتباط گیری مغز هم فعالیت خودش را داشته باشه. حرکت از ورزش های نرم، ملایم و پیاده روی همزمان با خودی افراد، اگر من میگم یک صبح زود باشه یا طرف عصر و غروب باشه، یک پیاده روی در یک فضایی که نزدیکتر هست باشه بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه. از لحاظ تغذیه هم به هر حال اگر کودک و نوجوان و سالمند باشه باید مراقبت خانواده بسیار ضرورت دارد که از انواع ویتامین ها استفاده شود، ویتامین هایی که ببینیم اثر داره روی ای که روی هوش، روی مغز، روی حرکات مفصلی و حتی گاه میبینیم فرد کم بینا هست اما تغذیه درستی داره، مثل ویتامین هایی که حالا ویتامین آ داره برای روشنایی چشم مفید هست استفاده بکنن، جزء برنامه غذاییشون حتما در نظر بگیره. و ای که یک آموزش و مشاوره، الان که میبینیم با توجه به دنیای مدرن میبینیم از طریق رسانه که خیلی خیلی مؤثر هست میتونن این استفاده رو بکنن، با کسان یا مکاتبی که تدریس خصوصی دارن، مثل مدارس یا مکاتب وجود دارن که از خط بریل استفاده میشن، میتونن براشون پک آموزشی حتی من میگم در محلات یا خانواده ها ارسال شوه، یعنی درخواست شوه از طریق خانواده ها، سازمان ها، مراکز دولتی، خیریه ها در این زمینه میتونن انجمن تشکیل بدن. معلمانی که من میگم در یک نقطه دیگه هست، خواهش بشه یک هزینه حتما براشون در نظر گرفته بشه که بیان آموزش های تحصیلی، یعنی سواد خواندن و نوشتن که مهمترین مسئله هست برای افراد در مناطق دور استفاده شود. گاهی میشه از طریق آنلاین این برنامه را اجرا بکنن، افراد خانواده آموزش ببینن خودشان در فضای خانواده، برای کودکانشان آموزش ها رو شروع بکنن، حتی گاهی با حفظ شعر، با حفظ ما مادرم صحبت میکرد که در افغانستان و کسی که نابینا بود حافظ قرآن بود، برایش قاری میگفتن، نه قاری که حفظ قرآنه، قاری به عنوان کسی که نابینا بود ازشون یاد میشده. پس توانایی و استعداد پرورش دارن. حتی من میگم اگر زمین آموزش نوشتن براشون امکان پذیر نباشه، از خط بریل یا امکانات روز استفاده شوه، خب میتونن دوره حفظ خوانی داشته باشن، حفظ سوره های قرآن، حفظ اشعار و ابیات بسیار زیبا، حفظ قصه ها، داستان‌های شیرینی که در سرزمین ما وجود داره و پدران و مادران ما حامل اطلاعات زیبا هستن، میتونیم در سینه های این روشندلان عزیز برای ابد به یادگار بگذاریم. بله بسیار عالی. خانم حسینی، شما از آموزش سواد برای افراد نابینا گفتین، به خصوص کسانی که کودک نابینا در خانه دارن. من قبلا اشاره کردم که خب یک سری محدودیت هایی در جامعه ما وجود داره برای که برای آموزش افراد نابینا. در این زمینه بیشتر برای خانواده ها دوست دارم که راهکار نشان بدین و بگین که خب شاید دغدغه من باشن برای تحصیل فرزند نابینای خود، چطور میتونن اقدامات مؤثر انجام بدن؟ بله، اولین کارشون گفتم استفاده از لمس، استفاده از زبان کودکشان هست که خودشون رو آموزش های اولیه هماهنگی حرکتی و هم حرکتی مغز و دست و پا را برایشون در خانه انجام بده. قبل از او شروع خود آموزش مثل نوشتن هست که یک
مسئله بسیار مهم هست. یک مسئله هست، خب من میگم نیاز به یک دوره داره، نیاز به یک معلم داره، یک کسی که مدرس در این زمینه باشه. من میگم با توجه به امکانات روز جامعه، رسانه ها، دسترسی بسیار آسان تر هست. حالا ممکنه او معلم حضور نداشته باشه، او مکتب خاص استثنایی کودک نابینا نباشه، اما ارتباط که هست میشه به طریق تلفن، از طریق رسانه ها، از طریق هر برنامه‌ای که دسترسی رو آسان میکنه به یک مرکزی که در این زمینه فعالیت میکنه، اطلاعات دریافت بکنن، امکانات دریافت بکنن و استفاده بکنن. شاید من میگم هزینه بر باشه، به قول شما اگر خانواده ها در کنار هم باشه، اگر حمایت دولت ها و سازمان ها باشه، حتی اگر او مرکز و مکتب مخصوص نابینایان در منطقه من میگم تأسیس نشوه، اما میشه یک معلم هزینه بکنه برای وقتش، برای صرف آمدنش. حتی من میگم بسیار سخت باشه برای کسی که در یک منطقه بسیار دور افتاده هست، میتونه او معلم من میگم که هفته یا ماهانه، در ماه من میگم 5 روز بیان یه آموزش برای اینا بدن، برای خانواده هایشان بدن، و خطایی که منظور هست یا وسیله‌ای که از لحاظ ابزاری امکان استفادهش هست، خب میشه ارسال کرد، میشه درخواست کرد و هزینه کرد و دغدغه رو کمتر کرد. البته حمایت بسیار در این زمینه نقش داره، هزینه های مالی بسیار در این زمینه میتونه تأثیر گذار باشه، از طریق وام، از طریق درخواست های خانواده، صندوق هایی که خود خانواده گاهی ما میبینیم در بین فامیلشون، خب برای یک مورد خاصی هزینه میکنن، ماهانه پولی رو پس انداز میکنن. خب من میگم در این زمینه یک صندوق رو تهیه بکنن، صندوق آموزش کودکان منطقه ما برای تحصیل و باسواد شدنشان در مساجد منابر خب میتونن استفاده بکنن و هزینه ای رو که جمع آوری بشه فقط صرف آموزش برای این کودکان شوه. بله، سپاسگزارم از شما خانم حسینی. طبق آماری که سازمان بینایی سنجی جهانی ارائه کرده، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است، که جالب است بدانید که گفته 80% این نابینایی ها قابل پیشگیری هست. اما اینکه چطور قابل پیشگیری هست با عنوان یک افغانستانی به نظرم جالب است که بدانیم. بشنویم از زبان کارشناس محترم برنامه خانم حسینی، چطور میتونیم از نابینایی هایی که با وجود میآید و مادرزادی نیست جلوگیری کنیم؟ بله، اون میشه کمبینا، افراد کمبینا هست و این کمبیناییشون از بعد به تولد میبینیم که مشخص است. اگر در یک زایشگاه باشه، خب امکانات روز باشه بررسی میکنه، اما اگر من میگم حتی این امکانات هم نباشه، والدین، پرستاران، دکترهایی که هستن، اعضای خانواده، وقتی کودک حتی کودک یک روزه باشه، میبینیم که در قسمت نور واکنش نشان میده، چشمایشون رو تنگ میکنه، باز میکنه، او واکنش به نور نشان میده. اگر دقت داشته باشیم که این طفل ما واکنشش بسیار ضعیف است یا غیر طبیعی است یا هیچ واکنشی و احساسی را از خودش بروز نمیده، من میگم باید مشکوک شد و حتما به یک دکتر چشم پزشک مراجعه شود و پرسان و پیگیری شود، از طریق پزشکی حتما چکاپ شود در خانه های صحتی که وجود داره، میشه از این طریق جلوگیری کرد. و یا حتی کودکی ببینیم در بدو تولد مشکلی نداشته، اما به مرور در فضای زندگی و محیطیشون مثل گاهی ترس ها، استراب ها، انتحاری های ناگهانی، حتی باعث وحشت میشه که خب رگه های چشم در حالت سکته قرار میگیرن، کم بینا میشن یا نور خودشان رو از دست میدن. خب اینا همه پیگیری نیاز داره، دقت و بررسی نیاز داره که با چکاپ شوه، رسیدگی شوه و جلو نابینایی فرد برای تا آخر عمرش گرفته شوه، که یک هوشیاری خود فرد و اعضای خانواده و کسانی که مراقبشان هست را همیشه تاکید میشه. پس با مراجعه و دکتر متخصص و یکم حساسیت بیشتر نشان دادن نسبت به بینایی فرزندانمون میتونه میره پیشگیری کنیم. سپاسگزارم از شما خانم حسینی بزرگوار. فرصت ما کم است، به عنوان جمله پایانی از شما میشنویم.
انشاءالله که بتانیم امکانات رفاهی در زمینه خصوصا آموزش، خصوصا توانیابی از لحاظ مشاغل و شغل که شاید دغدغه خیلی ها باشه، شاید بسیار کسانی از روشندلان ما باشه که تحصیلات عالیه رو به هر طریق گذراندن، منتظر یک شغل هستن، شغل هایی که مخصوص این عزیزان هست و میتونن استفاده بکنن، حتما راهکارهایش رو از طریق دولت، مؤسسات، خانواده ها دنبال بکنن انشاءالله. حضور گرمتان در برنامه امروز و از همراهی شما بینندگان ارجمند یک بار دیگر روز عصای سفید را به همه روشندلان عزیز تبریک میگیم و التماس دعا و بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهم.